Bana bir tane zengin ışınman bayfak. Ne yapacağım ben bayfakta bana bir akı? سرتون نزنه، شما محاصره هستی. باید هر طور شده جنسا رو از بین ببری. زمنان هر کدوم اونم دستگیر شدیم، نباید بقیه رو لو بدیم. یالا تیر اندازی نکنین، باید زنده دستگیرش رو کنین. من همینجا باشم. اطاعت کنید. خب چیکار کردی؟ متاسفانه موفق نشدی. یعنی دستگیرشون نکردی؟ چرا؟ ولی اگرم چیزی داشتن نتونستیم ازشون بگیریم. یعنی اگرم داشتن. اگرم داشتن کدومه؟ مگه من لوشون ندادم؟ مگه نگفتم از کدوم طرف میان؟ هر وقتی هم گفتم جنسم روشونه دروغ نگفتم. منم نگفتم نداشتن. میخواستم بگم اگرم داشتن ریختن توی شد. ای نه کسا. حالا همشونو گرفتی یا نه؟ ده. پس اون یکیشون کو؟ عمادو میگم. جمورم تیر خورد. آخه افتاد تو آب. معلوم نیست چه برای به سرش اومده. شما این دو نفر خوب نمیشناسین. اونا مثل شیطون میمونن. یعنی راستشو بخواین خود شیطونن. تا حالا هر چی هم قاچاق رد کردن یا وارد کردن دوم به تله ندادن. ناکسا از بس با هم دیگه رفیقن همیشه هوای هم دیگه رو دارن. ولی ما بالاخره گیرشون میندازیم. خدا کنه. فقط بدونی نصف قاچاق این منطقه دست اینا. نه آباد، نصف دیگه‌شان دست جناب عالیه. ولی من که با شما همکاری دارم. همین لو دادن اینا مگه کم کاری بود؟ این کارم رو دشمنی با اونا کردی، نه به خاطر ما. به هر حال ما زیاد نمیتونیم نگرانشون داریم، چون ازشون مدرکی نداریم. فعلا تا صبح بازداشت باشن. چشم قربان. خب منم دیگه مرخص میشم، ولی خیلی دلم میخواست اون رفیقشم دستگیر میشد، البته با جنسا. اون که یه روز میومد گل واسه من میابود، اون که میگفت بدا همیشه میخورد، باز
چی شده باز پیش من نمیاد 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 این دل من غیر اونو نمیخواد 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 دارم شک میکنم من به اون کم کم چرا راست نمیگه عشقی به آدم چیه؟ خورشید. بهت میاد. تازه اومدی؟ بله، دو روزه. خوشوقتم. بازم ممنون. زهره؟ بله. نفهمیدم، مگه اسم تو هم زهره است؟ بله. یعنی هر کسی با زهره کار داشته باشه، باید اول با من حرف بزنه. پس بذارش پشت ویترین که نکنه انگولکش کنه. اونش دیگه به خود بنده مربوطه. حالا بفرمایین چه فرمایشی دارین؟ مشروب بیار. ای به چشم، برم ببینم اگر تمام نشده باشه براتون بیاورم. بجون. نزدیکش نریزید. باریکالا. بیارم، بیارم، دای 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 او، چی شده؟ اونجا رو. ای. ای که اماده چرا به این روز افتاده؟ ها؟ چی شده؟ ای 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 چی شده اماد؟ اماد جان با تو هستم اماد جان چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ پاشگیر خورده یا کمی آب بیار ببینم اماد 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 جان ای بابا لکی از بس که از پاش خون رفته که بیهوش شده کجا تیر خوردی اماد؟ قادر کجاست؟ قادر کی؟ رفیقشم حتما به سر اونم یک بلای اومده تو همینجا باش تا من برم ابو تراب بیارم ابو تراب چرا؟ این بابا احتیاج به دکتر داره باید براش دکتر آورد خیلی ازش خون رفته اگر میخواست برد دکتر که خوب خودش میرفت ابو تراب میتونه معالجش بکنه او جای زخم این را میسوزونن باشه من برم آه.
صبر کن. ها چیه؟ نمیخواد بری دنبال ابو تورا؟ چرا؟ کاری که اون میکنه منم بلدم بکنم. تو؟ بله از بابام یاد گرفتم. بیا کمک کن بذاریمش رو تخت خواب. باشه ای بچه‌ش. من نمیدونستم دکتر شدی. چشمم ها روزن. چه سنگینم. طرف سنگینش هم نداختن دست من. ایمون درد به گور پدره. کدوم گوری هستی؟ سر قبر بابات. باید برم این مرتیکه الدنگ را رد بکنم برای دنبال کارش. اون نباید بفهمه که اماد اینجاست. چرا؟ مگه غریبه است؟ از غریبه هم بدتره. او دشمن اماد و قادره. از اون آجنس های روزگاره ها. من که انقدر ازش بدم میاد که میخوام سر به تنش نباشم. الان برمیگردم. خیلی خوب. راستی مبادا هر وقت آمد اینجا بهش روی خوش نشون بدی ها. نه خیالت راحت باشه. فقط بگو زودتر یه منقل و یه کارد نکتیز بیاره. های بچهشم. تیمور. های تیمور. جان تیمور. جانم بله بفرمایی. پس این دختره چی شد؟ پاشین بری گمشین بچه. بگو بیاد کمی نینش نش کنه. والا حالش خوب نبود گفتم بره استراحت بکنه. به مرگ شما. مرگ احمد ناکس. میگم برو ورش دار بیار. میگم با جان شما نمیشه. از اون گذشته. ما دیگه باید تعطیل کنیم و الا ازمون ایراد میگیرن. قول میدم که فردا شب سنگ تموم بگذاره. به مرگ شما. اقلا یه کمی مشروب بیار. شلاقی دو سه تا بزنیم بریم. مشروبمون هم تمام شده. به مرگ شما. چقدر مرگ منو قسم میخوری؟ آخه دوست دارم. به مرگ شما. اما تو دوست داشته باش. چش. را بیفتیم. بد اخلاقه. منم میخوام که سر به او تنب نباشه. بوزینه. چرا امشب اینجوری میکنی؟ چرا مشتری ها رو رد کردی؟ برای این که کار بهتری در پیش داری. و مرگ شما. به نظرم باز اماد و قادر دست گل به آب دادن. آی قربان اون قد و بالا برم که تو اینقدر باهوشی. بودو یک منقل آتیش درست بکن که خورشید خانم اونجا منتظرته. باید گلوله را از تو پای اماد خان درش بیاری. مگه زخمی شده؟ بله، بعد جوری هم زخمی شده. بدو زود دست بکارشیم، یالا. تو آخرش کاری دست خودت میدی. قربان اون قد و بالات برم که مثل کبک میخرامی. خودم نمیشم. هیچ وقت از این کارهای کثیفشون بر نمیدارم. مگه کارشون چیه؟ قاچاق چیان جونم؟ قادر کجا؟ همینجاست. ناراحت نباشین. الان میاد پیشتون. معلومه خیلی به قادر علاقه داره. جونشون واسه هم در میره. از برادرم به هم نزدیکتره. پس به تیمون بگو بره دنبالش. خیلی ساده ای. قادر الان یا تیر خورده یا گیر افتاده. چون این دوتا هر کاری میکنن با هم میکنن. نمیدونم سر اماد چی اومده. براش خیلی ناراحت. حالا اون ویلش کن اخش. با چسبین با خودم هم برر معلوم نیست. وضع ما چیه؟ تکلیف ما چیه؟ تا کی باید ما اینجا باشیم اخو برر جن؟ گوش کن قسم فر. اگه اماد مرده باشه دیگه زندگی برای من رنگی نداره. خب نداشته باشد. مگه تو نقاشی؟ حالا برای من ویردی ایمادی گرفته. خب با درک اسفل سافلینگی مرد. یه قاچاقچی کمتر قربان دنیا دی آخر نمیشد. ببند اون دهن کثیف تو.
اگه یه دفعه دیگه اینطوری درباره اماد صحبت کنی زندگی تو سیاه میکنم. چرا میزنی آقا؟ چرا میزنی؟ مگه زندگی از این برای من سیاه‌تره میشه؟ من بدبخت از گیلان زمین پاشدم آمدم اینجا کار پیدا کنم، برای خودم پول دار بشم، یک مرتبه قاچاقچی از عبدر آمدم بدبخت شدم رفت. تو اگه کارکن بودی تو شهر خودت وای میستدی و کار میکردی، من و امثال تو که تن به این کارا نمیدیم، چون هیچ وقت نمیخوایم این هیکل رو به کار بندازیم، ما میخوایم همینطوری پول دار بشیم. کدام پول؟ کورخندی آقا قادر خان، این حرفا چیه؟ چه کشکی چه پشمی؟ تو یه دنه قاچاقچی رو با من نشان بده گی تا آخر خط رفته باشد، همشن یا گلوشن میره بالای دب اینجوری میشد، یا جایشن توی زندان آب خونک میخوره. مگه غیر از اینه؟ فعلا که این دفعه رو شانس آوردیم و از ما مدرکی ندارم، مجبورن ما رو آزاد کنن. یه سیگار بده دود کنم که با مرگ تو خیلی عصبانیم تو بیمیری. سیگار ندارم. چطور تو رو به خدا نگه، آدم برای این درد بی کی بگوید؟ خود آدم قاچاقچی سیگار باشد و وقت یه دن سیگار نداشت باشد دود بکنه. احمق جون، تو خیال میکنی اونی که قاچاق تریاک یا هروئین میکنه خودش تریاکی یا هروئینیه؟ یه قاچاقچی خیلی زرنگتر از ایناست که خودشو آلوده بکنه. منم همینطور، محال لب سیگار بزنم. عجب ناکسایی هستین به خدا، پول مردم بیچاره رو میگیرین، اساسی ساقط میکنین، اونها رو معتاد میکنین، بعدم بری جمع میخواد. اینجا کجاست؟ من کجا هستم؟ تو چادر من هستی؟ تو کی هستی؟ من خورشیدم. دهنم خوش شده، خیلی تشنه، الان برای شیر میارم. اون کیه؟ خواهرزاده چاکرتا، اون تو را معالجه کرد. پس باید ازش تشکر بکنم. اوه بلند نشو، ازت خیلی خون رفت آقا، استراحت کن. بگو ببینم از قادر چه خبر؟ هیچی، ما که دیشب تا به حال همش مشغول مداوای تو بودیم خدا میدار. بیا، بیا بخور. نوش جانه، نوش جان. گفتی اسم چیه؟ خورشید. خدا بهت ببخشی، خواهرزاده خوشگلی داری برادر. به دایی جانش رفته بگرد. باید یک کاری برام انجام بدی. هم بفرمایی. باید همین الان بری پاسگاه یه سرگوشی ها بدی، ببینی به سر قادر چی اومد. چشم. اگه جنس ها رو گرفته باشن میرم میگم که مال منه، نمیخوام قادر بره زندون. ای با چشم، بنازم به این رفاقتت، من رفتم خبرشم فوراً برات میارم. خب بهتر استراحت کنی. تو خیلی خوشگلی. از اون دو نفر بازجویی کردی؟ بله قربان. چیزی دستگیرت شد؟ متاسفانه نه. یعنی از این طور آدما به این آسونی ها نمیشه حرف در برد، مخصوصا که مدرک هم نداشته باشیم. پس باز چیه داری با خودت وز وز میکنی؟ ای برر، من عجب گرفتاری شدم، برای با خودم هم نمیتوانم ویز ویز بکنم. من بدبخت سوتال دارم حساب میکنم که من چند سال این تو نگه میدارن. چند سال؟ چند سال باید با منم آخر؟ یه دفعه گفتم هیچی، از ما مدرکی ندارن که ما رو نگه دارن. ولی خود منی بین بین لما قاچاق چی که هستیم قربان تو برم، قاچاق هم که داشتیم، برای تنبیه هم شده یه چند ما باید مرا نگاه دارندی برر، حق جانه. صدا تو ببر، مبادا یه دفعه حرفی بزن یا بگی ما قاچاق داشتیم و ریختیم تو دریا، اون وقت حسابمون پاکه. نه برای اینقدر دی حالوگی نیستم قربان. چرا؟ از حالو هم حالوتاری احمق. این راست میگی، اگر من پدر سوخت حالو نبودم که گول حرفای تو رو نمیخوردم گی جان. ولی قصهشو نخور، بالاخره پول دارت میکنم، کاری میکنم روزی که برگشتی به شهرت صاحب همه چی بشی.
اینه که خودم میدانم. اولش صاحب و سو سابقه میشم که هیچ جا با من کار ندن، راحت آسوده. نه ترس، اونش با من. یه نفر به اسم تیمور اومده با شما کار داره. از بستگان است قربان، حتما با بنده کار داره. بی خود میگه اومده منو ببینه. نه هرچی من میگم حتما بگو. دعوا نکنین، هر دو تو میتونین بریم ببینه، چون شما آزادین. من بمیرم راست میگی سرکار جان؟ الهی که من فدای تو باشم، قربانتم برم. من از اول میدانستم ما دوتا بیگناهی بودم. ولی سرکار این معتقده که ما دو ما اصلا آدمای خیلی شریفی هستیم. مگه نه؟ مگه تو مریضی ره؟ این دفعه رو با کلک و حقه بازی جستین، ولی اگه دست از این کاراتون ور ندارین نمیتونین از چنگ من فرار کنین. ایشالا دیگه ما رو نمیبینی. والا من که چشمم آب نمیخورد. کاملا مواظبشون باش. چش قربان. خوشحالم، خوشحالم که الحمدلله از زندان آزاد شد. سلام. از تو دیگه خوشحال نیستم. چی شد جان؟ چرا تو زدی؟ مگه بنده خوره دارم قربان؟ ای بینه دارم من تو را میبوسم. خیلی خوب، بسه. بگو ببینم از اماد خبری داری یا نه. البته خیالتون از بابت اماد راحت باشه. حالش خیلی خوب، اون الان پیش شاکرتون. خوشم تیر خورده بود که بنده با اجازه بنده معالجات لازم را به عمل آورده. خبر خیلی خوبی بود. یا اینم انعامه. انعام بنده؟ این که خیلی کمه بعد از این همه زحمت. اینا جم مال تو. واردر جم، واردر مال تو. کمه بایش ببینم داره فره. ببخشید معذرت، میخواستم از بکنم نامزد بنده حالش چطوره؟ سرکیف بود؟ از بابت من یه نراحتی نداشت ها؟ صد دفعه گفتم که اون دخترم مال خود منه. خودم میخوام اونا بگیرمش. دورش یک خیلی تو گنده بکش. جان من؟ بله. پس بوده من جانم. نفهمیدم؟ پس که نفهمی. ایسا ببینم. الله نامحرم نباشه. بابا ایمو ایمو خوبی؟ ببینم حالش چطوره. خوبی، فقط یکم تبدیل. خودر خود با معالجاتی که خورشید خانم کرده خیالتون از هر جهت راحت و آسوده باشه. تا حالا ما خورشید اینجا ندیدم. درست قربان، دو سه روزه که آمده پیش بنده. خواهرزاده من. ببخشید آجان، ایشان خانم دکتر هن؟ بله. نیمچه دکتر هن. فرمایش کی بود؟ نه قربان ارزی نداشتم، میخواستم بگیم که وقت کردی بنویس ولایت فکر فامیلم بیان اینجا. خفا ایمو ایمو آذر توی آذر شدی؟ آره، از ما که مدرکی نداشتم. برات ناراحت بودم. منم اونجا همش به فکر تو بودم. حالا دیگه حالم زود خوب میشه. آره خیلی تب داره. کاری نمیشه براش کرد؟ چرا؟ دو سه جوریایی هست که باید از شهر گرفت. اگه بجوشونیم بدیم بخوره فورا تبش میبره. پس مطلب چی هستی؟ را بیوت بریم. با اجازه تیمور خواه. اجازه منم دست شماست. فقط قربان او دستات برم. یک خورده قند و شکر و چای و برنج و روغن و پنیر و کره برامون بخر ورد و بیار، بعد با هم دیگه حساب میکنیم. ضمناً خواهش میکنم با هامبارسون سلام برسون، بگو ما مشروبمون تمام شده، برامون بفرستن. یه رو در وایسی نکنه که چیزی میخوای بگو. خیلی خوب، باشه باشه تا بیار. میگم به هر کلکی شده ها تو تیغر ویل کن که از غفله عقب نمانی. چی معلومه؟ امروزه کسی به کسی سلام مفت نمیده. باریکالله، باریکالله که زندگی رو خوب فهمیدی. مرگت چی شده؟ با مرگتو میخوام یه چورتی بزنم. دیشب تا صبح تو بمیری همش پشت چشمای من باز بوده. باشه، تو هم کپه مرگتا بذار ببینم. مرگتو شورتم ببارد. منم یک نگاهی به پای اماد خان بندازم بد نیست. چقدر خوابم میاد. ارتچوی بزنیم بد نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you.
الهی که من قربان و خنده های من تو برم بخوده خدا چی با من داده آی خرومزادر من این شب با مرگ تو میخوام دلی از ازاد در بیارم رفی خورین ببینم ببینم چی میخوام پس که نباشی ترسد دو بجن اولی با آی امان خب، که گفتی خسته ای ها؟ بله، با مرگ تو از زور خستگی دارم میمیرم که شب هم نخوابیدایی نه، نه با مرگ تو چورتم نزده الانم، الانم میخواهی برمی استراحت اگر اجازه بدی میخوام برمی چورتی باشی یک نفری استراحت یا دو نفری استراحت؟ ای قربان تو اگر اجازه بدی تنهایی من خوابم نمیبری میخوام یه چورت دو نفری با اجازه شما باشی اجازه لازم نیست، بفرمایی ای قربان تو برم یه دل ست تو منی دیگه بله بفرمایی بری بری مزیزم ای قربان آن پدرتم وای اگر گوشه این شما با بکنم از روحت که دابونه شما به میزنم به ماما چرا خودتو بستی به چادر؟ این چادر نیست، این زهره جانم هست آی حرومزاده بایست و کامده عجب پدر سوخته یه این قضا معلوم میشه خیلی هم دیگر رو دوست دارن آره عشق چادر و بادر مرد درسته خب تو دیگه باید بخوابی این جوشونده ای که خوردی تا فردا صبح خوبت میکنی راست میگه حرف خانم دکتر تو گوش کن و بگی بخواب تو خیلی به من محبت میکنی نمیدونم چجوری تشکر این حرفا چیه من برای دلم این کارو میکنم خب شما بهتره برین بخوابین از قیافتون پیداست که خیلی خسته این نه من همینجا میمونم میخوام از دوشم برسم ولی این وظیفه منه آخه من دکترشم درسته ببخشید شب بخیر نه داشتم فکر میکردم به چی فکر میکردی؟ اگه از بابت عماد ناراحتی اون خوب میشه من بهت قول میدم میدونی ممکنه که باور نکنی ولی غیر از عماد کسی دیگه ایم هست که فکر منو به خودش مشغول اون یه زنه مبارکه پس تو یکی رو دوست داری عمادم میدونه نه ولی بهش میگم پس همین روزه پلای عروسی رو میخوریم اگه اون دختر راضی باشه غلط میکنه ناراضی باشه کدوم دختر یکی از قادر خوشش نیاد اینه جدی میگه آره والا
ممنونم. خب من میرم که مواظب اماد باشم. چیکار میکنی؟ میخوام با تو حرف بزنم. من حرفی ندارم که با تو بزنم. ولی تو باید به حرفای من گوش بدی. برم کن. گوش کن خورشید. من از روزی که تو اومدی اینجا خاطر خواد شدم. عاشقت شدم. دوستت دارم. حاضرم باهات عروسی کنم. جدی میگی؟ آره، باور کن. پس بذار یه چیزی رو برات بگم. من حتی نشم هم نمیذارم رو دوش تو بذارن. من ازت بدم میاد. صبر کن. تو مجبوری با من عروسی کنی. بایلا کاری میکنم که مرغای آسمون با حالت گریه کنن. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. یا اینجا برم کن. برم کن. برم کن. نه برم کن. کمک. خلاش کن نامارد. خلاش کن. پاشم شناخت چون یکی دو دفعه شست پاش رفته بود توی چشمومه ای بود بوده زهره جان زهره من لاهی که من قربان تو برم بخوده تصدق تو برم نه قربان تو برم بلند شو نه الان تیمور بیدار میشه بلند شو شل تیمورم مثل گامیش خبیده بی پدر مادر بلند شو بلند شو نه چیه قربان نگفتنت برم اینقدر ناز نکن با مرگ تو همین جمعی هم زیر لحاف با تو بگویم قربان ناز نکن مرگم میخوام تو رو مچ بکنم ای امان نونا جی سلام تو بیمیری سلام و زهرم ما نصف شبی با من فرمایشی بود والا بنده آمده بودم اینجا با جناب علی یه کاری داشتم نمیدنم چه کاری داشتم با خودم با من چه کار داری؟ آخه میدنی قربان بنده فردا میخواستم برم برای مسافرت دیدم که بنده و جناب علی حیف گز هم دیگه دلخور باشیم آمدم ناراحتی را از دل شما بکشم بیام قربان موچ برم موچم نکن چرا موچ نکنم قربان تو برم نه. تو باید منو ببخشی ببر بهت میگم اینقدر منم موچو بوسن نکن حالم به هم میخورم من باید با تو آشتی بکنم قربان تو برم ایلاش میگونه که اینقدر قمیش نیه هم گفتم بس صدیقا خیلی خوب بسی که بسی اینگر نوبرش آورده خانه خراب دو دفعه مچ کردم که روش زیاد کرده خانه خراب حالا میری یا با کتک بیرونت بکنم اصلا نمیرم تو بیمیری نمیرم کجا برم نمیری ها حالا بهت میشه من خواهش بکنم اجازه بده با زهر جنمون خداحافظی بکنم زهره؟ آها قربان نخیر زود گرده گم بکن باشه نمیرم نمیرم ولی یه روزی همچین پدرت در بیارم که خودت کیف بکنی هیچ غلطی نمیتونی بکنی حالا میبینی جلو چشمت میتوانم غلطی بکنم یا منم
آخ الهی که من قربان اون هیکل تو برم. بیا توی بغلم، بیا توی بغلم که زهره بدنم خیلی کم شده. جان الهی قربان تو برم، جوان مرده همش من باید اینو بغل بکنم. خیلی خوب، بگو فردا حرکت میکنیم. اماد پشت بیرون کارید دارم. قزن فرد تو هم بیا. ببینم امشب تو چقدر کاسبی؟ نمیدونم، الان بهت میگم. چشمتو درویش کن. نفهمیدم، فقط من باید چشمم درویش بکنم یا همه؟ همه. پس چرا پولو گذاشتی رو ممه؟ بازم شروع کردی؟ من پدرت خونه در میارم اگه یک مرتبه دیگه ببینم لاستیک بازی میکنی. و مرگ شما، تو مال منی، فهمیدی؟ گده ها رو میگیرن. خبر دادن که جنس ها حاضره. فردا صبح من و قزنفر حرکت میکنیم، میریم که جنس ها رو بیاریم. اگه یکی دو روز دیگه صبر کنی که پای منم خوب بشه با هم بریم بهتره ها. نه میترسم دوباره جنس ها لو بره. زودتر بریم بهتره. تو ما برگردی پای تو هم خوب شده. پس وقتی خواستی برگردی به من خبر بده که هوشیار باشم. باشه، قبلا قزنفر میفرستم که بهت خبر بده. زمان میخوام این دفعه میونبر بزنم که کسی متوجه نشه. از جاده خاموش میام. اگه جنس ها سالم برسه ضرر اون دفعه مونم جبران میشه. خدا کنه. در ضمن یه موضوعی هم هست که میخوام تو هم بدونی. چیه؟ من عاشق شدم. مبارکه. عاشقه کی؟ ممکنه به این بخندی ولی بهت میگم عاشق خوشی. خوشی؟ آره آره، میخوام باش عروسی کنم. وقتی برگشتم ازش خواستگاری میکنم. خلاصه باز دست بلا کنی و برای داشت زن بگیری. تا وقتی برمیگردم مواظبش باش که کسی اذیتش نکنه. آخه هرچی باشه از خانه به بعد زن داشته. گل و پروانه و قورباغه همه جمع. بلنش و خوشگله یکم این ناشناش کن بینه. ببخشین حوصله‌شو ندارم. فقط واسه ما حوصله‌شو نداری یا برای هیچ کس؟ اونشون خودم مربوطه. تیمور، اگه تو نمیخوای این طرف ها زندگی کنی. خب دلش نمیخواد برخصم، من چی کار بکنم؟ اگر میخوای زهره برخصم و مرگ شما. خوش کردم این خوشگله برم. ویلم کن، میخوام برم بخوابم. تو هنوز منو نشناختی. وقتی خوش کردم یه کاری بشه حتما باعث بشه. بلش کن. دلش نمیخواد برقصه، زور که نیست. خب نزدم کوچک میخواد. ما اومدیم اینجا پول خرج کنیم و خوش بگذرونیم. به تو هم مربوط نیست که فضولی کنی. نکنه دنبال درد سر میگردی. تا مثل سگ ننداختم بیرون بزن به چاه. یاله باشم بکر. شدید چی گفت؟ آره. میخواد ما رو بندازه بیرون. ببخشین آقا سر، نمیدونستم اینا آقا بالا سر دارم. ببخشین. گوره تو گم میکنی یا؟ آره ولی با تو. اینجوری تماشا میکنی برو کمکشون. من به گوره پدرم میخواندم که با این پای شلم بروم جلو. و مرگ شما قزنفر منو میزنی؟ هم از گردن من یادی؟ نه رو دختر میکشنن. پرنده باش در نبا گرفته پونجا قبول نیستی در بگی بلکن نبا گرفته پونجا قبول نیستی در بگی بلکن نبا گرفته پونجا قبول نیستی در بگی بلکن.
باریکلا با تو شیرزن باریکلا حواست جمع باشه یارو موازیبه من فردا میخوام برم مسافرت امشب میام پیش دلم میخواد یقدر جفته چرخوشی بازی بکنیم قربان تو برم الهی سلام سلام چیه باز داره گوشش وزوز میکنی؟ هیچی قربان داشتم راجب شجاعت او تعریف و تمجید میکردم خیلی بیجا میکردی بنده خودم ازش تعریف میکنم باشه قربان باشه دی چی بی ندارد باشه یه روزی همچین پدرت در بیارم که چی گفتی؟ هیچی همچی چی گفتم مردشو این زندگی رو ببره که یه دقیقه نمیتونم از دست تو راحت باشم آره تو بمیری شنیدم یواشکی چی به هم میگفتی مگه خوابشو ببینم قربانش برم از شست پاشم شناخت چون یکی دو دفع شست پاش رفته و توی چشم من این بوده سهره جم سهره من لایی که من قربان تو برم به خدا تصدق تو برم قربان تو برم بلند شو نه الان تیمور بیدار میشه بلند شو شل تیمورم مثل گامیش خوابیده بی پدر مادر بلند شو بلند شو نه چیه قربان نگفتنت برم اینقدر ناز نکن با مرگ تو همین جمعیم زیر لعب با تو بگویم ناز نکن مرگم من میخوام تو رو مچ بکنم یک دلم رو خیش برد ای امان نونا چی سلام تو بیمیری سلام و زهر مور نصف شبی با من فرمایشی بود والا بنده آمده بودم اینجا با جناب علی یه کاری داشتم نمیدنم چه کاری داشتم با خودن با من چه کار داری؟ آخه میدنی قربان بنده فردا میخواستم برم برای مسافرت دیدم که بنده و جناب علی حیف گذرم دیگه دلخور باشیم آمدم ناراحتی را از دل شما بکشم بیا موش کن موش برم موش چرا موش دیم قربان تو نه باید منم ببخشیم به هر میگم اینقدر منم موش بسن نکن حالم به هم میخورم نه باید با تو عشقی بکنم قربان تو برم ایلا همی بیا کنی بده بمیشنه یا هم مفتم بگا خیلی خوب بسینگر نوبرش آورده خانه خراب تو دفعه مچ کردم چه روش زیاد کرده خانه خراب حالا میری یا با کتک بیر برم نمیری ببین میبینم تیمور جان میشه ما خواهش بکنم اجازه بده با زهره جانمان خداحافظی بکنم زهره؟ نه خیلی زود گرده گم بکن باشه نمیرم ولی یه روزی همچین پدرت در بیارم که خودت کیف بکنی هیچ غلطی نمیتونی بکنی حالا میبینی جلو چشمت میتوانم غلطی بکنم یا نه نه ترس منم الهی که من قربان اون هیکلتو برم بیا توی بغلم بیا توی بغلم که زهره بدنم خیلی کم شده جان الهی قربانتو برم جوان مرده همش من باید اینو بغل بکنم
ببخشید هیچی دل لبخند ملیح جنابالی نزدیک بود ماره زن نگرفته روانه این میسکر آباد بکنه را بیا دندرم گونگ قادر و غزنفر رفتن دنبال جنسا ولی عماد باهاشون نره زمنان قرار شد موقع برگشتن میون بر بزنن اون اجاده خموش برگردن بهتر از این نمیشه میدونم چه معاملهی باهاشون بکنم یه خبر دیگه هم براتون دارم اون بیشتر خوشحالتون میکنه راست میگی؟ داره پس هزار چوقه دیگه پیش من داری بگو ببینم چیه عماد و قادر هر دو ولی اینطور که معلومه خورشید فقط عماد نمیداری یعنی میخوای بگی منو دوست نداری؟ نمیتونم دوستت داشته باشم خورشید نمیتونم چرا؟ مگه تو قلب نداری؟ عاطفه نداری؟ چرا؟ دارم اما نه درباره تو چرا میگی؟ من از همون دقیقه که دیدمت بهت علاقه من شدم عشق تو جونم ریشه دوند گوش کن خورشید بهتره همه چی رو فراموش کنی همه چی رو بذار به درد خودم بمیرم آخه چرا؟ چرا همه چی رو بهم نمیگی؟ نکنه کسی دیگه ای رو دوست داری؟ نه هیچ کس رو دوست ندارم ولی تو هم نمیتونم دوست داشته باشم تو رو به خدا بگو چرا؟ اقلا یک کلمه بگو راحتم کن خیلی خوب میگم من و قادر از دو تا برادر همدیگه رو بیشتر دوست داریم من نمیتونم چیزی که متعلق به اونه از دستش بگیرم منظورت اینه که من مال قادرم کی این حرف رو زده؟ خودش دوستت داره میخواد باهات عروسی بکنه و بعد از این زن برادر من هستی بذار یه چیزی رو بهت بگم من به قادر احترام میذارم دوستش دارم اما مثل یه برادر ولی حاضر نیستم زنش بشم اگه تو هم بخوای به من بی اعتنا باشی میذارم از این شهر میرم
اینو بدون، یه دختر کلی کم تراشت میشه، وقتی هم شد تا پای جونش من بلیم، فهمیدی؟ ایماد، من تو رو دوست دارم، به خاطر خدا ازم رو بر نگردم. نمیتونم، نمیتونم. چرا؟ میتونی، وقتی قادر بیاد همه چی رو بهش میگم، اون بزرگتر از اونه که به خاطر ما دو نفر گذشت نکنه. حالا بگو دوستم داری، خواهش میکنم بگو. آره، دوستت دارم با تمام وجودم. عجب جای خوفناکی هم هست، یه جنسای قاچاقی نگاه کن. اینجا رو بگیرن، یارو رو زندانی نکنن، اعدامش حتمیست. خب، کی تحویل میدین که حرکت کنی؟ فردا. چرا امشب نه؟ نباید عجله کرد. چرا، چرا؟ اتفاقا ما عجله دارم، باید همین امشب حرکت کنم. باشه، بعد از ظهر تحویل میدم. گوش کن قسم فرد، فورا حرکت کن و به اماد بگو که من فردا میرسم. بگو یادش باشه که از بیراه میام. نفهمیدم، بنده با تنهایی برم؟ نه خیر، دوتا مامورم همراد میکنم که مواظبت باشم. مرد حسابی، هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه. بنده غلط میکنم که خربوزه بخورم؟ اصلا میرزا قاسمی چی بیدارد که من خربوزه بخورم لرز بکنم جان؟ برو اقا، سر به سرم نزار. چشم، چشم، من میرم ولی میترسم عاقبت این جان عزیز من سر این کار بیزارم، ناکام ناروا از این دنیا برم. گفتم برو. باش. به چی داری فکر میکنی؟ به زندگی خودم، تو. قادر اگه جریان من و تو رو بفهمه، خورد میشه. اون تا حالا هیچ دختری رو دوست نداشته. تو اولین عشق اون هستی. عشق یه طرفه به چه درد میخوره؟ اون باید بدونه که من دوستش ندارم. نمیتونم برای زن خوبی باشم. خودم بهش میگم که حاضرم جونم و فدای تو بکنم. نه خورشید، نباید اینطور واد. اون آدم با احساسیه. باید یواش یواش این موضوع رو بهش حالی کرد. هر طور تو بخوای، من کنیز تو. ایماد خان! قزم پره، خودتو جمع جور کن. ایماد خان جان بنده. سلام به خدا. سلام، خسته نباشی. قربانت برم. چه خبر؟ قادر کی میاد؟ فردا میرسد. نگفت کی را میفته؟ چه ساعتی میرسه؟ یه قربانت برم، بندگی از او اصول دین نپرسیدم گی. همینقدر میدانم امشب حرکت میکند، فردا هم اینجا میرسد. ما باید فردا طرفای ظهر بریم جلوش و از اون تحویل بگیریم ببریم مخفیگاه. حالا با اجازه سرکار میرم یه سری به زهره جان من بزنم که زهره بدن من خیلی کم شده. بخوده نمیدونم چرا دلم داره شور میزنه. ناراحت نباش، ما یه جوری رفتار میکنیم که فعلا بوی نبره. بیا پایین، دستاتو بذار رو سره، بشه زمین. چیکار میخوا بکنی؟ بازرسی، البته اگه چیزی نداشتی آزاد میشی، مواظبش باش. عجله کنیم بچه ها، زودتر برو، هرکم بیا نادر مبازه باشه، در مغول نبیان بگی بی پدر آدره. برو بیا نزده در باره کاش نام
نذاش باش حرف بزن. میگفت تیمور با عروسی تو با اون موافقه بی خود کرده. من که اگه بمیرم زن اون نمیشم. سلامتی همه دوش. میدونیم آدم باز با مرد مرد باشه، با نامرد نامرد. تو از اولم اشتباه کردی. بعضی از مردم اصولا این فرمی هست. اگه آدم پنج انگشتشو عسل بکنه و بذاره دهنشون، بازم دست آدمو گاز میگه. نمیدونم چرا این کار کرد. اون بچه بدی نبود. گوش کن قادر، درسته که من همکارتم و شایدم رقیبت باشم، ولی بد تو رو نمیخوام. هرچی باشه ما یه روز با هم نون و نمک خوردیم. این پسره وقتی به دختری که تو دوست داری نظر داره، میخوای تو کار بهت نارو نزنه. اما آخه اگه همه کارا رو بذاری به عهده من، طوری راست و ریس میکنم که گوش تا گوش خبردار نشه. چطوری؟ آها، بهش بگو قاسم حاضر شده جنسه رو برگرد، میفرستیش اونا رو تحویل بگیره، بعدم یه تلفن میزنی به پاسگاه. ولی این نامردی. مگه اون به تو نامردی نکرد؟ مگه از پشت بهت خنجر نزد؟ من خیال میکردم اون دختره رو دوست داری و روش تعصب داری. معلومه که دارم. پس چطور حاضر میشی تو بغل یکی دیگه باشه؟ نمیدونم چی کار کنم. ولی من میدونم. وقتی اماد با اون همه جنس گیر بیفته، حسابش با کرامل کاتبینه. دلم نمیخواد تو هچر بیفته. پس قید دختره رو بزن. نمیتونم. در این صورت فردا منتظرم که بفرستی جنس ها رو تحویل میگیرم. ضمناً اگه تصمیم عوض شد، من اکثرا خونه پری افرنگم. بهم خبر بده. به همه اینو بگم. آروم باش عزیزم، هرچی خدا بخواد تموم میشه. امروز زود شروع کردی؟ نکنه ناراحتی؟ نه، برای چی ناراحت؟ آخه یه کمی بی‌موقع است. راستی صبح کجا رفتی؟ رفتم پیش قاسم، پیغام داده بود برم پیشش. تصمیم گرفته جنس رو پس بده. خب، بگو ببینم شرطش چیه؟ هیچی، میگفت میخواستم ضرب شست نشون داده باشم. میدونستم از گلوش پایین نمیره. با فردا یکی از ماها بریم تحویل میگیریم. من و غضنفر میریم تحویل میگیریم. نه، بهتره خودم برم. مگه منو تو داریم؟ نه، ولی آخر. سلام. سلام. خیلی خوب تو برو، ولی تنهایی بری بهتر. چرا؟ من این غضنفر بیگانه است. اصلا ممکنه کلکی تو کار باشه. نه بابا، چه کلکی؟ خیلی خوب، هر کاری میخوای بکن. فقط سعی کن از راه نقد و سون بیان. خیلی خوش اومدیم. چه عجب ما رو سرفراز کردیم. قربان شما. مثل اینکه قراره جنس ها رو تحویل. آره درسته. همین الان تا بچه ها جنس ها رو تو ماشین میذارم، بیا بشین یه گیلاسی بزن. بفرما قزم خانم. بریم جنن. نه نه، وقت نداریم. گیلاس بزنیم. بهتره بگی جنس ها رو بذارن تو ماشین، هر طور دلت میخواد.
بچه ها ماشین رو ببرین تو انبار، جنسا رو بریزین توش رو بیارین. حالا نمیشه انبار بیارم بیزنم توی ماشین؟ هر کاری دلشو بخواد بکنم. باش حرکت کن. نمیشه خودم هم باش برم؟ خیلی متاسفم، انبار ما کاملا سریه. نه تو نباید اون بارو بسیزم، از پشت خنجر زدن کار تو نیست قادر. خدا حافظ. خوش اومدی. مرام زیاد. گاز بده جانم. بارتون چیه؟ یه قده خیرت پیرت سرکر جن بخوده. خدا کنه. بله ممکنه بی خودی اطلاع داده باشم. ای امان تمام شد، این دفعه باید غزل خداحافظی رو بخونیم. پنجم سر عینه دارم، منو با ماشین سره بکنه. بسه، نمیخواد رول بازی کنی. بدون که بالاخره یه روز با جنسا دستگیرتون میکنم. بازم اطلاع دروغی دادین که راگام کنی ها؟ باشه، آخرش به هم میرسیم. بریم اچا. چی شد؟ من خوابم یه بیدار. حرکت کن. ببینم چی شده؟ جریان چی بوده یه؟ مگه بانایی نداری؟ آواز جنسی یه مقدار پراجر و سنگ تبیل بود. ای بی پدر مادر، مگر با چنگ من نیفتی اون جیگر تا خام خام میخوره. حتما خود نامردش این لپورت داده بود. چی داری میگی؟ اگه میخواست این کارو بکنه جنسا رو همراهمون میکرد که درست حسابی گیر بیافتی. پس کی این نامردی را کرده؟ حالا تو با جهنم با من چه دشمنی داره؟ باز بریم سراغ قاسم، اون همه چی رو میدونه. زمین هر طور شده با جنسا رو ازش پس میدونه. به به اماد خان، منتظرت بودم، میدونستم پیدات میشه. بفرمایید یه گلاس بزنیم. من دستم تو سفره هر ناکسی نمیره، من فقط با مرد هم پیاله میشم. پس چرا با قادر هم پیاله شدی؟ آفش اسم اونو نیار رو ببینم. شما دخالت نکنید، وایسی سر جاتون. جرأت نمیکنم بیان جلو. گوش کن اماد، من امروز بزرگترین خدمت رو به تو کردم. میدونی امروز کی تو رو لو داده بود؟ قادر، رفیق جون جونی. کی تو رو نجات داد؟ من. آخه تو آدمی دروغگوی بی پدر مادر. نه بچه خب اون پدرت باشه. چی گفتی؟ خیلی خوب، باباسم به تو چی مربوطه گمیش؟ چرا باید قادر این کارو کرده باشه؟ برای اینکه از رابطه تو و خورشید خبر داره. پریشب شما دو نفر رو تو بغل هم دیده بود توی چادر، نشونیش درسته؟ بعد فرداش اومد پیش من و ازم خواهش کرد که جنسا رو تحویل تو بدم. آخه میخواست تو رو گیر بندازه، ولی من دلم نیومد این کار رو بکنم. تو حالا نشده قادر به کسی نارو بزنی؟ بله،
ولی تا وقتی که پای زن به میون نیومده، اونم زنی که عاشقشه و تو از چنگش در آوردی. خدای من. انگار خیلی تعجب کردی لوتی. برای تو اتفاقی نیفتاد؟ تو میخواستی بیفته؟ منظورم اینه که منظورت چیه؟ منو لو دادی؟ حالا که میبینی اینجا هستم تعجب کردی. اماد! اماد بی اماد، مردی که اون رفته در شنایی تو نیستم، برای که تو مرد نیست. ساکت! بابا دعوا نکن اینجه. کار بزرگتر از خلط نکن. جون شما جن امه است. هیچی بابا جن امه منو این ره یقه منو نگیر. دعوا کچکه من قتل ها. تو بیمیری با مرگ تو. هیچی بابا با اینه. حادث امه است آخه. معلوم هست تو چت شده؟ باید من یه موضوعی رو بهت بگم که آتیش بگیری. خورشید فقط منو دوست داره. از اولش هم منو دوست داشت. آخرش هم مال خودمه. تو حالا برو بمیر. برو از این قصه دخ کن. اگه تمام دنیا رو به هم می‌ریزی نمیتونی هیچی رو عوض کنی. من و خورشید برای هم ساخته شدیم. میفهمی؟ برای هم. برو گم شو. Thank you.
کشیدم چشم انتظاری که میخواستم باور ندارم رفت و نیومد چه بد بشینم رو به شمارم رفت و بگم بخندم خوش بگذرونم تا میتوانم خجالت بکشم. من کاری نکردم که خجالت بکشم. خجالت باید اونایی بکشن که از پشت به رفیقشون خنجر میزنن. دهانتو ببند. برای چی دهنمو ببندم؟ میخوام فریاد بزنم. به همه بگم. بگم که این مرد که ادعای لوتگیری و مردونگیش دنیا رو برداشته چی کار کرده؟ اون رفیق خودشو، برادر خودشو. خیلی خوب ساکت باش. نمیخوام ساکت باشم. میخوام حرف بزنم. میخوام بگم که تو به خاطر یه زن چقدر تصیب خرج دادی. اگه بدونم هنوزم منو میخوای حاضرم بیا این جسم من در اختیار توی بیا استفاده کن لذت ببر و یقلا یه جو مردونه که ساکت باش نمی‌کنم قادر اینقدر نامرد باشه که این کارو بکنه. ببینم مگه غیر از این کسی دیگه ای منو برد تو چادر؟ نه ولی این دلیل نمیشه. این چی؟
این کاردم از جیب اون افتاده، به خدا میشمش. اگه شده تمام شهر رو بگردم گیرش میارم و میکشمش. ببینم تو نمیدونی خونش کجا؟ نه. ولی حتما تیمور میدونی. تو؟ بله من. آخه چرا؟ یعنی اینقدر دیشب مسئولی که نفهمیده چه غلطی کردی؟ منظورت چیه؟ خودتو به اون رو نزن. تو پستر از اون هستی که من فکرشو میکردم. تو هم برای بهترین دوست و بهترین رفیق پا پوش دختی، هم به ناموس من دست رازی کردی. به خدا اگه یه روز از عمرم مونده باشه میکشمت. چی داری میگی؟ کی این کارو کرده؟ تو نامرد از خدا بیخبر. دهانتو ببند. من این کارو نکردم. چرا؟ تو کردی. تو خواستی از من، از اماد، از هر دامون انتقام بگیری. گفتم من این کارو نکردم. ببینم این از کجا آوردی؟ از خودت بپرس. زیر تختم افتاده بود. زیر تختم؟ بله. را بیفت بری. کجا؟ بیا تا همه چیز برات روشن بشه. را بیفت. کارد من پیش تو چی کار میکنه؟ یه کمی فکر کن یادت میافته کجا انداختیش. چیزی یادم نمیاد. بازم فکر کن. منظورتو نمیفهمم. الان برات روشن میکنم. به نظر من حیفه که آدم اسم مرد رو تو بذاره. تو باید سیبیلت رو شیر جاش سرخاب بمونی. دهنتو ببند. وقتی دندوناتو خورد کردم این کارو میکنم. تو از من چی میخوای؟ جون تو. برای چی؟ این بابا برات میگه یالا. نمک به حرومت بی همه چیز. مجبورم شد قاسم کن. مجبور شدم جریان دیشب رو بگم. چرا اون برات سر خورشید رو بردی؟ چرا بعد از من وارد چادر اون شدی و بهش تجاوز کردی؟ برای تو چه فرقی میکنه؟ چه من با اون دختر بودم، چه اماد رفیقه؟ خفه شو. بالاخره انتقام ما ازت میگیرم. نه ترس، خودم این کارو میکنم. خورشید، برو به اماد خبر بده، برو. باشه، به خاطر تو این کارو میکنم. آخه چطور نمیدونی کجا رفته؟ والا بلا نزدیکی های ظهر بود که از من سراغ خونه قادر را گرفت. بعد از اون دیگه من ازش خبری ندارم. با مرگ شما. حالا فهمیدم. صبح میگفت اگه شده تمام شهر رو زیر و رو کنم قادر رو پیدا میکنم و میکشمش. غلط میکنه. سگی که باشه مگه قادر مورچه است؟ با مرگ شما. با مرگ خوده. چرا؟ ممکنه بگی چه اتفاقی افتاده؟ میدونین اماد خان، من که باور نکردم، ولی خورشید میگفت قادر دیشب بهش تجاوز کرده. اماد خان، اماد خان، کمک کنی، کمک کنی. چیه؟ قادر و خورشید در خطرن. کجا؟ کنار شد. اونجا چی کار میکنه؟ قادر اومده بود که بیگناهیش رو ثابت کنه. آخه خورشید خیال میکرد قادر با اون تجاوز کرده. مگه غیر از اینه؟ بله، چون من همه چیزو با چشم خودم دیدم. حرف بزن، بگو چی دیدی؟ دیشب بعد از رفتن قادر خان، قاسم وارد چادر شد و به خورشید تجاوز کرد. ای نامرد پس فطرت، میکشمش. به خدای احد و واحد میکشمش. من میرم به ژاندارمری خبر بدم. Yeah.
شو. الان دیگه کارت رو تموم میکنم. تو که میخواستی کارم رو تمام کنی. نگفتم از چنگ من نمیتونیم فرار بکنیم؟ خب این جنس مال توی یا مال اون؟ در اصل مال من بود، مال خودم تنها، ولی قاسم و رفیقاش کلک زدن و از چنگ من درش آوردن. حالا میخواستن رد کنن اون طرف. جنسا چی ها؟ سیگار خارجی و مشروب. بس که دو سالی آب خنک میخوری، قایقو ببر به طرف ساحل. اون طرف هم باشه کنار. یکیشون هم تو نخله افتاده. بچسی میدی برای خون با آدم یه پیپ آبی؟ اشکالی نداره، بیا ببرش. برو. خب مثل اینکه قسم فرد راست میگه، هیچ قاچاقچی نمیتونه تا آخر خط. ما هم وسطش گیر کرد. منم با تو میام، مگه ما با هم شریک نبودیم؟ نه تو قسم فرد تقصیر نداشتی. من شما رو به این کار کسی با داشتم. حالا باید خودم مجازاتش. نه قادر، بچه نشو. تو از حالا باید موضوع شریک زندگی باشی. نه من لیاقت اونو ندارم. من دختر آلوده ای هستم. نه آبجی، نه تو هیچ تقصیری نداشتی. تو از گلم پاکتری. دلم میخواد وقتی برگشتم یه پسر کاکوزری تو بغلتون باشه. درسته اما زندان دلم میخواد تو قزنفر یه کار شرافتمندانهی پیدا کنی که وقتی منم از زندون آزاد شدم بتونم بیام با شما کار کنم. مطمئن باش قادر. خب دیگه موفق باشی. برین سوار شید، حرکت کن. حرکت کن.